سخن هفته. دوستای عزیز سلام عرض میکنم، همچنان کسایی که در از طریق کلاب هاوس ای را میشنوند، همچنان از کسایی که جلسه کلاب هاوس تنظیم کردن، اکبری صاحب، ممتاز صاحب و دیگه دوستا، تشکر میکنم. موضوع مهم است. ما اولین بار است که بالای بلوچای افغانستان صحبت میکنیم و بلوچای افغانستان و بلوچای منطقه صحبت میکنیم، راجع به تاریخ بلوچا، راجع به سرزمینشان، راجع به روابطشان با دیگه اقوام افغانستان و منطقه و موقفشان در شرایط امروزی صحبت میکنیم و امیدوارم که مفید باشه، از لحاظ معلوماتی مفید باشه، از لحاظ که ما بدانیم مشکلات امروزی از لحاظ سیاسی نظامی در چه حالت است مفید باشه برای هم. مردم بلوچ اصلا مردم آریایی هستند که در سرزمین‌های تاریخی بلوچستان که در گذشته‌های قدیم به نام گردوزیا یاد می‌شد و مکران بعداً نامش بود، یعنی او را یونانی‌ها گردوزیا می‌گفتند، در کناره سواحل بحری عرب در پاکستان امروزی که می‌بینیم قرار داره، از نزدیکی‌های کرمان ایران تا کویتا در پاکستان امروزی و از نیمروز تا به بحری عرب این منطقه همش و تا نزدیک های کراچی همه منطقه بلوچستان است دقیقه. و این مردم به زبان بلوچی صحبت میکنن که یکی از زبانهای هند اروپایی است و مذهب مردم بلوچ مذهب سنی حنفی است. بلوچ ها حنفی مذهب سنیست. در یادداشت های اعراب قرون اول هم از بلوچ ها به عنوان بلوس به سوات یا بعضا به سین یادآوری شده و گفته می شده که این مردم در یادداشت های اعراب آمده که این مردم در نزدیکی های کرمان در ایران امروزی زندگی می کرد. کرمان همون نزدیکترین شهر است به نیمروز، خب در ایران مرکزی با به طرف شرق اصفهان به حوالی شهری است که در کناره کویر قرار دارد، یعنی اطرافش دشت است. لورد کرزنن که وایسرای هند برطانوی بود بر اساس تحقیقات زبانشناسی زبان بلوچا را زبان از شاخه های هند اروپایی دانسته و میگه که این خویشاوندی داره به زبان پارتیا. پارتیا یعنی زبان اشکانی های تاریخی که قبل از ساسانی ها تمام ایران اشغال کرده بودن و از خراسان برخواسته بودن و زبان دو پهلوی اشکانی بود یا پارتی. مردم بلوچ در اصل مردم کوچی بودن، صحرانشین، بادنشین، اما که شغلشان چراهای شترها، گوها، گوسفندها، رمای گوسفندها و گوها بودن، اما بعد مرور زمان یا مسکون شدن در قرا و قصبات مسکون شدن و به زراعت پیش آوردن. یکی از صنایع مهمی که بلوچ‌ها با او اشتغال دارن صنعت گلین بافی و قالین بافی است. قالین بلوچ، قالین گلیم بلوچ معروف است در دنیا. در پالوی قالین افغان، قالین بلوچ، قالین ایرانی معروف است دست بافت. در افغانستان بلوچ‌ها اکثرا در ولایت نیمروز، فرا و هلمند زندگی میکنن. البته در دیگه ولایت هم تعدادی از بلوچ ها زندگی میکنن، اما بیشترینشون در ولایت نیمروز و هلمند.
تعداد نفوس بلوچا در افغانستان در حدود 2.5% نفوس کل افغانستان تخمین شده، یا در حدود 800 هزار نفر. بلوچا از کجا به این مناطق آمدن؟ یا مسکن اصلیشون کجاست؟ در اینجا روایات مختلف موجود است. از یک طرف ما روایاتی را داریم از هرودوت یا مورخ یونانی که در 400 قبل از میلاد زندگی میکرد، او نوشته میکنه که این بلوچ ها در گردوزیا زندگی میکردن، کمی مناطق بلوچستان امروزی است، و این مناطق یکی از استراپه های چیز بود، ساسانی ها بود. ساسانی ها قبل از اسلام در ایران امروزی حکومت میکردن و تا مناطق مرکزی افغانستان هم زیر حاکمیت چند بود. و تو گفته میشه که تا به ای ساسانیا حاکمت چون تا به گردوزیا هم بوده، ای یک ایالات، یک از ایالات استراپه های ساسانیا بوده. و از طرف دیگه یک تعداد ادعا میکنن که بلوچ ها در پارتیا زندگی میکردن، یعنی در خراسان امروزی، در شمال خراسان امروزی که بین هرات و بین مشهد و بحیره کسپین است، در این مناطق در شمال زندگی میکردن. و یا بعد از حملات یفتلی ها، باید داشته باشیم که یفتلی ها پیش از ساسانی ها در قدرت بودن در آریانای باستان در افغانستان امروزی، و یفتلی میگن که در اثر حملات یفتلی ها یا به جای شدن از خانه و خانواده خود در مناطق خراسان باستانی، و یا به طرف جنوب آمدن، به کرمان آمدن، در طرف کرمان بودن زندگی میکردن. همچنان روایات است که بعد از ساسانی ها، بعد از یفتلی ها، در اثر حملات انوشیروان عادل که در 531 زندگی میکرد در زمان ساسانی ها، یک خسرو انوشیروان نام داشت، این پادشاه زمان بود، میگه یا بالای بلوچ ها حمله کرد و یا مجبور شدن که از مناطق اصلی خود که در شمال خراسان بود به طرف کرمان بره. بعدا میگن که در اثر حملات مغول ها، تیموری ها، و همچنان در زمان حملات سلطان محمود غزنوی و بخصوص پسر سلطان محمود غزنوی، مسعود غزنوی، یا از مناطق کرمان مجبور شدن که کوچ کنن، بیان به کوهستانهای گردوزیا یا امی بلوچستان امروزی یا مکران که نامش میشد. موضوع انوشیروان در شاهنامه فردوسی ذکر شده. من شاهنامه اینجا دارم، در این ذکر شده و گفته میشه که در یا دو گفته میشه، یعنی در 531 قبل میلادی در زمان ساسانی ها، در 531 میلادی، یا از اطراف کوی البرز به طرف جنوب کوچ میکنه به اساس جنگ هایی که انوشیروان با بلوچا میکنه، و بلوچا را قتل عام میکنه، زمین هاشون میگیره، خانه هاشون میگیره، از تیغ میکشه بلوچا را، و ای کسایی که زنده موندن فرار میکنن، میان با رمه و گاو و گوسفند و هر چیز خود، میان به این مناطق کوهستانی بلوچستان امروزی. و حتی نام یکی از سردارهای زیاد گرفته میشه که میر قنبر بلوچ نام داشت، که در کوهای سیستان و بلوچستان مسکن میگذره. و اینجا وقتی بلوچ ها میاین در بین در اینجا اقوام دراویدی زندگی میکرد، در گردوزی های سابق یا مکران یا بلوچستان امروز. دراویدی ها هندو بودن، هندو مذهب بودن، البته از جنوب هند. دراویدی ها در جنوب هند، اصلا از مردم جنوب هند هستن. میگه
میگن یا در بین مردم دراویدی در اینجا ساکن میشن و آمیزش میکنن با دراویدی ها و در نتیجه طول قرنها یا آمیزش های ازدواج های زیاد صورت میگیره و امی زبان براهوی و نژاد یا قوم براهوی که فعلا نامش معروف است و در افغانستان هم زندگی میکنن از امی نتیجه این امی اختلاط بلوچ ها با دراویدی ها است که براهوی ها با وجود میان و ای دراویدی ها میگن در اول به برزکوهی مشهور بودن که لقب رفته رفته به بروهی و بعدا به براهوی تبدیل شد چون بلوچان نتونستن به مناطق اصلی خود برگردن در کرمان و در شمال خراسان در اینجا موطن شدن گردوزیا مکانی بود که قدامت 5000 سال تاریخی داره او را یونانی ها نامش گدروزیا ماندن و به بلوچستان امروزی گدروزیا گفته می شد هرودت در کتاب سوم خود از ولایات استراپ های زمان هخامنشی ها یاد می خامنشی ها و این میگه امو یک استراپی بیستم چیز بود خامنشی ها بود اینجا یک نخچی هست پیش من که بعد نیره من در بطنش را خواد کردم در مقاله که یه مناطق نشان میده یعنی ببخشنش یعنی چهاردهمین استراپی خامنشی ها امی مکران یا امی گردوزی ها بود یعنی در اون زمان به اساس گفته های نوشته هرودت بلوچ ها دینجا زندگی میکنن به حساب ما اینجا یک تفاوت نظر وجود داره به اساس گفته های یونانی ها بلوچ ها اینجا بودن از چند هزار سال قبل بیترف از 3000 سال قبل بیترف 3500 سال قبل یعنی به حساب مهاجرت از شمال خراسان به اینجا درست نیست تیوریش اگر ما سخنهای هرودت قبول کنیم چون اینجا بلوچ ها بودن و حتی گفته میشه وقتی که الکساندر یونانی یا اسکندر مقدونی دوباره به طرف یونان میرفت بعد از فتح آریانا یه برفته بود به مناطق سند و از سند به جنوب آمد و از اینجا از امی رای مکران از امی رای گردوزیا به طرف ایران و فارس امروزی رفت در اینجا جنگ های مردم بلوچ با عسکرای یونانی کردن که تلفات هم بالای عسکرای یونانی وارد کردن خب گفته میشه که در سال صدم قبل از میلاد بلوچستان جزء امپراتوری موریای هند شد چندراگوپتا در سلطنت بود در قدرت بود و جزء امپراتوری موریای هند که تا سالای بسیار تا هندستان حتی برطانوی ادامه پیدا کرد در سال 644 میلادی ساسانی ها حمله میکنه و قسمت های شمالی بلوچستان زیر تسلط خود میاره اما مناطق جنوبی بلوچستان کماکان زیر حاکمیت چندراگوپتا یا امپراتوری موریای هند ادامه پیدا میکنه خب پیشینه نام بلوچ از کجاست؟ سابقه نام بلوچ بلوچ ها از زمان بسیار قدیم به صورت بادیه‌نشینی و خانواده‌نشینی در آسیا زندگی میکردن بعضی از مورخین فکر میکنن که کلمه بلوچ از خانواده‌نشینی یا بادیه‌نشینی گرفته شده طبق یک روایت یک نویسنده انگلیسی
مضبوط البدن یک نوشته داره که بلوچا افراد دلیر و سخت کوش بوده که همیشه زندگی آزاد را خوش داشته. نخستین ظهور بلوچا در آثار تاریخی در کتاب حدود العالم هست که به نام بلوس آمده به سوات، و قسمی که گفتم در شاهنامه فردوسی هم این قوم نامش آمده همراه با کوچ. کوچ و بلوچ یک جا آمده. در کتاب های جغرافیایی همراه کلمه کوچ آرسو قفص در حدود کرمان یاد میشه. دگروال دیمز انگلیسی در نوشته خود به نام ده بلوچ ریس بلوچا را آریایی خطاب میکنه. در کتاب دیگه دکتر بیلوب کتاب است به نام اتنوگرافی آف افغانستان، لفظ بلوچ را از دو لفظ سانسکریتی بل و اوچا میدانه که به گذشت زمان تبدیل به بلوچ شده. آقای سر اچ راولسن در کتاب خود به نام پادشاهی قدیم در مورد بلوچ این نظر را دارد که لفظ بلوچ از بلاش یا بالاچ ایجاد شده که لقب پادشاه در زبان اشکانی بوده. زبان اشکانی ها را خود میفهمیم که زبان پهلوی اشکانی است یا پارتی، یعنی در اون زبان بلوچ یا بلاش یا بالاچ لقب پادشاه را میگفتن. در منابع بعد از اسلام شخصی به نام نیبر از ذکر نام بلوچان در منابع دوره میانه خبر میدهد. هرتسفل یک مورخ دیگه است نام بلوچ را برگرفته از اصطلاح مادی براواچیا یعنی فریاد بلند ذکر میکنه. شخص دیگه به نام بی موکلر کلمه بلوچه از اصطلاح گدروزیا میگه از خود گدروزیا گرفته شده که نامی منطقه بود که یونانی ها نام منطقه را گدروزیا یاد میکنن در آثار خود. بیلیو آن را برآمده از پیوستن دو اصطلاح بلاچیا در زبان یونانی که هم میدانند که این متون پس از اسلام اغلب به صورت بلوچ یا بلوس یا بلوس در سند تاریخی مشاهده، یعنی هم به سین هم به سوات هم به چه بلوچ بلوس بلوس. محققین یک تعداد محققین برای این عقیده اند که بلوچ ها از مردم گدروزی هستند و واژه بلوچ از بدروچ یا گدروچ گرفته شده، بدروچ که نام منطقه بود. ایالت گدروزی از ساتراپ های امپراتوری هخامنشی بوده که هم مرز با زرنج یا زرنگه که از حوالی باکتریای پارت بود و کرمان هم جزش بود گرفته شده. یکی از مورخان رومی به نام دیودر سیسلی در سال 323 قبل از میلاد آن را جزو ایالت‌های شرقی هخامنشان شمرده و سرزمین آنها را همین سرزمین مکران یا بلوچستان امروزی که مرکزش پورا بوده دانسته. خب بلوچ ها و پشتون ها چی روابطی داشتن و چی ارتباطات در میان بوده؟ ما میفهمیم که پشتون ها و بلوچ ها در طول تاریخ در کنار هم زندگی کرد، از مکران از کرمان به اصطلاح تا به دریای سند و تا جنوب تا بحیره عرب و تا این همه اقوام پشتون در شمال بوده، اقوام بلوچ در جنوب از واقع قرار داشته. همسایه شمالی بلوچ ها پشتون ها بودن. بلوچ ها سرزمین های بلوچ ها بعد از ایجاد افغانستان در سال 1757 یعنی درست 10 سال بعد از
ایجاد افغانستان توسط احمد شاه ابدالی یا سلطنت دورانی یا ابدالی، این مناطق فتح میکنه احمد شاه ابدالی و جنگ‌های شدید بین احمد شاه ابدالی و یکی از قهرمانای تاریخی بلوچ که به نام نوری نصیر خان نام داشت واقع شد. ولی بعد از یک سال یا یک معاهده دوستی و صلح امضا میکنه، یعنی در سال 1758 که به نام معاهده قلات معروف است. قلات مرکز بلوچستان است، در قلب بلوچستان واقع شده که در او یک بلوچ ها حکمرانی مستقل داشتن، حاکمیت مستقل داشتن. بعد از این که بین بلوچ ها و افغان ها صلح برقرار میشه، احمد شاه ابدالی خودمختاری بلوچ ها را در مناطقشان به رسمیت میشناسن. اما برعکس است که بلوچ ها همیشه هم باعث دوست در کنار پشتون ها و افغان ها باشن و در فتوحاتی که احمد شاه ابدالی انجام میده در طرف شرق و غرب و شمال و غیره همراه احمد شاه ابدالی اشتراک کنه. به همین حساب بود که بلوچ ها و رهبرای بلوچ در تمام جنگ های علی حضرت احمد شاه ابدالی در کنار از او بودن. حتی در جنگ سوم پانیپت که احمد شاه ابدالی قوای عظیم مرهته را شکست داد، بلوچا در کنار احمد شاه ابدالی بودن. همی آقای نصیر نوری در کنار احمد شاه ابدالی. همچنان وقتی که احمد شاه ابدالی خراسان مجبور شد لشکرکشی کنه برای که یاغی شده بودن، بلوچا در کنار احمد شاه ابدالی بالای فارس ها حمله کردند در خراسان. بلوچ ها همچنان، بعد فراموش نکنیم که در زمانی که احمد شاه ابدالی بالای قوای سیک در پنجاب با او در مناطق پنجاب اشغال میکنه، احمد شاه ابدالی قوای بلوچ همراه قوای احمد شاه ابدالی در جنگ های بر ضد پنجابی ها اشتراک داشته و پنجاب جزء قلمرو امپراتوری ابدالی میسازه. بلوچ ها و پشتون ها نظر به ای که در همسایگی که دیگه زندگی میکردن یا بسیار وجوه مشترک دارن، با هم ازدواج های زیاد صورت گرفته بین پشتون ها و بلوچ ها، از وجوه مشترک زیاد است. اول هر دو قوم سیستم بسیار دقیق قبیله می دارن. شجره هر قبیله معلوم است. از لحاظ ساختمان قبیلوی این دو قوم شباهت بسیار زیاد با هم دیگه داره و هر دو به گذشته تاریخی خود افتخار میکنن. یعنی دو قوم با افتخار از گذشته تاریخی خود با افتخار یاد میکنن و به او اعتماد دارن، بالای خود اعتماد دارن و بالای آینده خود. و بخصوص بعد از اینکه هند توسط برطانوی ها اشغال میشه، هند برطانوی ایجاد میشه و توسط سیاست های فورد پالیسی استعماری برطانیه کبیر، هم بلوچ ها و هم پشتون ها طرف ستم قرار می گیرن، مورد تاخت و تاز انگلیس ها قرار می گیرن، مناطق از یا اشغال می شه. مخصوصا بعد از جنگ دوم افغان و انگلیس، انگلیس ها به مناطق بلوچستان حمله می کنن، این مناطق می گیرن بعضی مناطقشه. و بعد از این جنگ دوم افغان و انگلیس است که مناطق پشین، کویتا و اطراف ازی از افغانستان جدا میشه و ای جز بلوچستان هند برطانوی میشه.
به انگلیس ها یک ایالت ایجاد میکنن بلوچستان به اصطلاح هند برتانوی که این امی مناطق شمالی بلوچستان امروزی است به شمول مناطق از کویته گرفته تا پشین و یا و ایره جزش میسازه و ایره به اجاره میگیره از رهبرای بلوچ برای 100 سال اجاره میگیره یا طولش دقیق نمیفهم ایره او جز هند برتانوی میسازه. اما در جنوب، در جنوب بلوچستان حکمرانی خودمختار بلوچ ها ادامه میداشته باشه. بنابراین طوری که ما میبینیم سرنوشت پشتون ها و بلوچ ها در اینجا با هم مزج شده، هر دویش زیر ستم استعماری انگلیس قرار میگیره و بخصوص انگلیس ها کوشش میکنن که سرزمین های هم پشتون ها را و هم بلوچ ها را تقسیم کنن یا را به واحد های کوچک تقسیم کنن تا جنبش های ناسیونالیستی در بین افغان ها و بلوچ ها بتانه مهار شوه توسط استعمارگران انگلیسی. به می حساب است که انگلیس ها مناطق را از پشتونشین قطع میکنن به بلوچ ها میتن و بعضی مناطق بلوچ نشین قطع میکنن به افغانستان میتن، همین قسمت نیمروز یا و بعد با یک خط، همینطور که خط دیورند بین افغانستان و هند برتانوی میکشن و اقوام پشتون تقسیم میکنن، یک خط دیگه به نام گولد سمیت لاین میکشن و با این گولد سمیت لاین بلوچستان نصف میکنن، نصف وزیر میتن به ایران، به فارس. و بلوچ هایی که فعلا در ایران هستند در اصل اینمی تقسیم گولد سمیت لاین از بلوچستان جدا میشه. بنابراین طوری که میبینیم دو خط استعماری، خط دیورند پشتون ها تقسیم میکنه و یک تعداد از پشتون ها رو به بلوچ ها میده و خط گولدسمیت پشت بلوچ ها رو جدا میکنه، قسمت بلوچ ها رو میده به فارس و زیر حاکمیت فارس و قاجاری ها. البته قاجاری ها جنگ های زیادی میکنن برای مناطق مکرانیا و به این اساس. و همچنان این تقسیمات سبب این میشه که تا اول روحیه مردم بلوچ ضعیف شوه، روحیه مردم پشتون ضعیف شوه و تا بتونن انگلیس ها بلایز تقسیم کنن و حکومت کنن. بعد از ایجاد پاکستان هیچ چیز فرق نمی کنه. استعمارچای برتانوی میرن اما میراثخورا استعمار که می دولت پاکستان امروزی است به قدرت میرسه و او هم سیاست استعماری برتانیه را تا به امروز ادامه میده. در 75 سالی که از ایجاد پاکستان میگذره همین سیاست های استعماری دیواید و رول ادامه پیدا. در زیر حاکمیت بلوچ ها بازم مناطق بلوچ تقسیم میشه، یک قسمت از یا به پنجاب داده میشه، یک قسمت از یا به سند داده میشه و یک قسمت پشتون ها با همچنان زیر حاکمیت بلوچ ها میمونه که حتی گفته میشه پشتون ها ادعا دارن که از تمام نفوس بلوچستان که در حدود 12 میلیون نفر است یا 13 میلیون نفر است نصف ازی میگه که پشتون است، چون مناطق پرنفوس مثل کویته و پشین و چمن یا کلش پشتون نشین است، در حالی که در غرب در جنوب این کلش دشت است که اوسیا و مردم زندگی نمی کنند. یعنی از لحاظ مساحت بلوچستان نصف پاکستان است، در حدودش 50% مساحت تمام پاکستان امروزی بلوچستان است، اما فقط 5% نفوس پاکستان در اونجا زندگی می کنند. نفوس زیر حاکمیت پاکستان در بلوچستان 5% است که از این 5% پشتون ها ادعا دارن 50% پشتون است، 50% بلوچ. اما بلوچ ها ادعا دارن که بلوچ ها در حدود 54% نفوس بلوچستان دارن و پشتون ها 36%، 12% هم دیگه مردم هستن مثل براهوی ها هستن، سندی ها هستن، پنجابی ها هستن و غیره هستن که در اینجا زندگی میکنن.
و در سال 1970 خب بعد از اینکه ایالت خیبر پختونخوا ایجاد شد و صوب سرحد در گذشته گفته می شد، یک تعداد پشتون ها پیشنهادشان ایست که امی مناطق پشتونشین بلوچستان به خیبر پختون خواه اضافه شود، یا ایست که پختون خواه جنوبی ایالت ایجاد شود، اگه ایالت جدید که مرکز کویته باشد به نام سدن پختون خواه پراونس، یا ایست که حقوق پشتون ها در بلوچستان معادل حقوق بلوچا باشد، چون در طول 75 سالی که پاکستان ایجاد شده هرگز کدام چیف منستر در بلوچستان به قدرت نرسیده که پشتون بوده باشد، در حالی که نفوس از یا اگر مناسبه نباشد 36% نفوس منطقه است، همه چیف منستر ها بلوچ بودند. از این خاطر پشتون ها میگن که یا با وجودی که یک کتله بزرگ نفوس بلوچستان تشکیل میتن، اما یا زیر فشار قرار دارن و حقوق از یا به اندازه که لازم است تأمین نشده. به این خاطر اختلافات بین پشتون ها و بلوچ ها اخیراً ایجاد شده. اما باید به خاطر داشتیم بعد از اینکه هند برطانوی آزاد شد و پاکستان ایجاد شد و در تقسیمات پاکستان در سال 1970 به اساس قومی صورت گرفت، 4 ایالت ایجاد شد، ایالت صوب سرحد پشتونا بود به اصطلاح، ایالت بلوچستان، ایالت پنجاب و ایالت سند. در اینجا پشتونها و بلوچها یک حزب واحد سیاسی ایجاد کردند که به حزب نشنال عوامی پارتی بود، که این حزب نشنال عوامی پارتی که خانغفان و اولادای از او بعدن او را اداره می کردن، زعمای بلوچ، کران زعمای بزرگ بلوچ در او در رهبری شریک بودن و تا آخیر این حزب همه تو ادامه داشت. یعنی بلوچ ها و پشتون ها در مقابل تسلط پنجابی ها متحد بودن با هم تا امروز هستن. امروز مشکل اسلامگرایی در پاکستان، افرادگرایی اسلامی در پاکستان، ایجاد تحریک طالبان در پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی یک موضوع عنصر دیگه را داخل کرده در این مبارزه، در این مناقشه. بلوچ ها نوزتشان نوزت نشنالیزم است، ملیگرایی است، آزادی، خودمختاری بلوچ ها، در حالی که این جنبش های اسلامگرا، افراطی تحریک طالبای افغانستان و تحریک طالبای پاکستان و امثال هم یا جنبش های مذهبی هستند که یا در مدرسه های افراطی، یعنی حاصل محاصل مدرسه های افراطی مذهبی می باشند، که یا جنبه چیز ندارن، نشنالیستی ندارن، نه در افغانستان و نه در بلوچستان و در پاکستان. به این خاطر اختلافات بین جنبش تحریک طالبان پاکستان و تحریک آزادی خواهی بلوچا موجود است از نظر خصلت مبارزه، اما در یک چیز شریک هستن که مخالفت با دولت پنجاب است، با حاکمیت پنجاب، یا موجوی مشترک دارن بین خود، اما در این زمان از لحاظ خصلت مبارزه بلوچای نهضت آزادی خواهی بلوچا با نهضت گفته نمیتونیم از طالبان، با تحریک طالبان متفاوت میباشد. در این گیردار مبارزه دولت پاکستان بر ضد اقوام بلوچ یا آزادی جنبش آزادی خواهی بلوچ، دولت ایران هم از پاکستانی ها حمایت میکنه. در زمانی که شاه در ایران حکومت میکرد، در جنگ هایی که بلوچ ها داشتن با حکومت پاکستان، شاه ایران 20 هلیکوپتر روان کرده بود با پیلوت های ایرانی و غیره،
و جنگ میکرد با کمک پاکستانی رفته بودن برده بلوچا جنگ میکرد چون ایرانی ها از نوزت آزادی خواهی و استقلال خواهی بلوچا در خود ایران میترسن. البته مرکز بلوچای ایران شهر زاهدان است که زاهدان نزدیک نیمروز قرار دارد. از زاهدان هم سرک اومده، خط آهن به بلوچستان در پاکستان وصل شده، همچنان به نیمروز وصل است و همچنان به طریق زابل به دیگر نقاط ایران وصل است و از زاهدان خط آهن رفته و شهرا رفته به بندر چابهار. امروز بلوچستان اهمیت بسیار بیشتری یافته نظر به گذشته. چند دلیل داره. اولی که بلوچستان از لحاظ استراتژیک منطقه بسیار بسیار مهم است، در دهانه خلیج فارس قرار داره و دو بندر بسیار مهم در اینجا واقع شده، یک بندر گوادر است در پاکستان امروزی در بلوچستان، یعنی بلوچستان زیر اشغال پاکستان امروزی، و دیگه بندر چابهار است در ایران که از زاهدان یک خط آهن و سرک هم رفته به بندر چابهار. و ما میدونیم که هر دو بندر استراتژیک است، مهم است. هندی ها صدها میلیون دلار بالای بندر چابهار سرمایه گذاری کردن تا این بندر چابهار به سطح یک بندر بین المللی انتقال بدن و بتونن اموال هندی از این طریق به افغانستان و آسیای میانه انتقال پیدا کنه و پاکستان دور بزنه و افغانستان هم در این قسمت با ایرانی ها و هندی ها هم پیمان هستن. از طرف اگه دیگه پاکستان بندر چابهار به چینایی ها اجاره دادن و این پروژه به اصطلاح دهلیز اقتصادی پاکستان چین که از شهر کاشغر شروع میشه از طریق چترال و پنجاب و خیبر پختونخوا میره به سند و از اونجا میره به بلوچستان و به بندر گوادر وصل میشه که این کوریدور اقتصادی برای چین اهمیت داره، برای اینکه چین وصل میکنه به آبهای گرم بحری عرب و به خلیج فارس و به سایر نقاط دنیا. از این خاطر این اهمیت استراتژیک این منطقه روز به روز بیشتر شده میره. از اینجاست که حملات آزادی خواهای بلوچ هم زیاد شده. بلوچستان از طرف دیگه چرا اهمیت داره؟ برای که از لحاظ معدنی بسیار غنی است. بلوچستان دارای معدن، حتی گفته میشه یورانیم داره، طلا داره و همچنان گفته میشه که بلوچستان دارای منابع زیرزمینی هایدروکاربن است یا گاز و نفت داره. به این خاطر پاکستانی ها هرگز نمیخوان که این منطقه از زیر حکومتشان بیرون شود. خب بعد از ایجاد پاکستان طوری که میبینیم در مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین جنبش های قیام های ضد حکومت پنجابی ها آغاز شده و در این 75 سال ادامه داشته که در این زمره است افغانستان سیاستش گذشته در گذشته در زمان دولت شاهی و همچنان زمان داوودخان از به اصطلاح دایه پشتونستان افغانستان همیشه مطرح میکرده که در او بلوچ ها و پشتون ها چیز داشتن شریک بودن و قسمی گفتم نشنال اومی پارتی مشترک از پشتون ها و بلوچ ها تشکیل شده بود و آزادی خواهان بلوچ و پشتون همیشه در زندان های پاکستان به سر می بردن. پاکستانی ها اردوی پاکستان بعد از خارج شدن اردوی استعماری انگلیسی چندین لشکر کشی کرده تا جنبش بلوچ ها را سرکوب کنه.
اما در طول 75 سال با وجود چندین لشکرکشی نتونسته جنبش بلوچ را خاموش کنه. قیام های بلوچ ها در سال 1948 یعنی درست بعد از ایجاد پاکستان شروع شد. یک قیام در سال 1948 انجام گرفت، سال قیام بعدیش در 10 سال بعد در 1958 صورت گرفت و قیام بعدی در سال 1962 صورت گرفت و متعاقب از او بعد از جنگ بنگلادش بلوچ ها هم نیرو یافتن، علاقمندیشان بیشتر برای کسب استقلال شد و در سالهای 1973 تا 1977 این جنگ های خونین بر ضد اردوی پاکستان برا انداختن. اما اخیرا از سال 2004 به این طرف جنبش مقاومت بلوچا بیشتر شده، یک کمپین تازه ایجاد شده و این به نام جنبش پنجم آزادی خواهی بلوچا معروف است که از سال 2004 آغاز شده و شدت از این تا حد است که از سال 2004 تا 2013 یعنی در حدود 9 سال 200 هزار نفر در مناطق بلوچ نشین از خانه های خود بیجا شدن در سر جنگ های صورت گرفتن و در این سال ها تا به امروز صدها و هزاران آزادی خواهی بلوچ ناپدید شده. ISI استخبارات پاکستان و دولت پاکستان سیاست را به کار میبرند که اختطاف میکنند رهبرهای آزادی خواهی بلوچه یا را میبرند شکنجه میکنند بعدا میکشند در جای اعلام میکنند و بعد جسدها از یا چند هفته بعد پیدا میشه از یک جایی. حتی اخیرا این سیاست ندست تنها در داخل پاکستان انجام میتن بلکه در خارج از پاکستان هم در مقابل آزادی خواه انجام میتن. یکی از این کسایی که اخیرا در کانادا کشته شده یک خانم به نام کریمه. کریمه یک ژورنالیست بود در پاکستان، در بلوچستان بسیار معروف بود، در تلویزیون یا ظاهر میشد که کلپ های زیاد داره، در مظاهره اشتراک میکرد، در رالی ها اشتراک میکرد و بعدا زیر فشار ای مجبور شد به کانادا بره مهاجرت کنه. حتی در کانادا ایره پیدا کردن و کشتن و با جسد از او پیدا شد. حکومت کانادا در تبانی با پاکستانیا ایره هیچ تعقیب نکرد. به مو قسم چند جسد چند آزادی خواه دیگه بلوچ در خارج از پاکستان پیدا شده. اما این جنبشی که در 2004 آغاز شده بسیار جدی ادامه پیدا دارد تا به امروز و در این اواخر میبینیم که این جنگ ها شدید و شدیدتر شده. در یک حمله اخیری که صورت گرفته گفته میشه 100 نفر نظامی پاکستانی در بلوچستان کشته شده، در حالی که پاکستانی ها میگن 5 نفر ما کشته شده، در حالی که بلوچ ها میگن ما 100 نفرشو نکشتیم. از جمله کشورهایی که با جنبش آزادی خواهی بلوچ ها علاقمندی داره و به اصطلاح دلسوزی داره بر علاوه افغانستان کشور هندوستان است. هند همیشه جنبش بلوچ ها را حمایت کرده و تا به امروز این حمایت ادامه داره. حتی پاکستانی ها هر حمله که صورت میگیره در بلوچستان این را به گردن هند میپردن و یا افغانستان میپردن و میگن که ای از افغانستان شروع تنظیم شده یا از هند تنظیم شده. اردوی آزادی بخش بلوچستان به نام BLA یا بلوچستان لیبریشن آرمی معروف است و ایکی را پاکستانی ها گروه توریستی میگن، این امریکایی هم کانادایی هم یه گروه توریستی میگن و فعالیت ازی در پاکستان ممنوعست و پاکستانی ها میگن که این جنبش مرکزش از قندهار اداره میشه و چند پناهوردن چند بلوچ در افغانستان اگه یادش بگیم بوکتی و غیره این دلیل میارن که نشان میده که این بلوچ ها از افغانستان چیز میشن، اداره میشن.
و یکی از خبرنگارای پاکستانی به نام حامد میر در اواخر آخر گفته که تحریک طالبان پاکستان یا طالبان تحریک طالبان تی تی پی با بی ال یا جنبش آزادی خواهی یا اردوی آزادی خواهی بلوچ کمک لوجستیکی میکنه. خب ما در افغانستان یک قومی داریم از بلوچ ها به نام رخشانی ها که یا در نیمروز یا تعدادشون زیاد است. این کسی بود در تاریخ به نام رخشان که در کوهستان های بلوچستان زندگی میکردن و حال این زیارتگاه مردم است در بلوچستان و در کتاب احیاء الملوک نام از ای گرفته شده و میگن که ای از نوع یک اسب معروف به نام اسب رخشانی هم معروف بود که حتی گفته میشه که اسب رستم و سهراب یا امو رخشان نام داشت. و ای مردم به پرورش اسب یا چی داشت فعالیت داشتن و یا میگن که رستم زال مو اسبش گفتم به نام رخش یاد میشد که از مو رخشان گرفته شده. میگن رخشان چهار پسر داشت به نام های میر بادین، میر ماندا، میر جمالدین و زربخت. بعدن حالت خویی اسما تغییر میکنه، میر بهالدین و جمالدین، امام داو و زربخت که از این فرزنده ها شاخه های مختلف پدید میشه و یک شاخه از این رخشانی امروزی است. و اکثر این مردم در بلوچستان در پاکستان امروزی زندگی میکنن و تعداد زیادی هم در نیمروز هم هستن در هلمند در افغانستان. چون رخشانی ها با اقوام براهوی نزدیک زندگی میکنن یا با ازدواج های مختلط انجام شده و زبان براهوی هم زبان از یا زبان براهوی است در افغانستان، ولی میگن که رخشانی های افغانستان به زبان بلوچی رخشانی تکلم میکنن. از شخصیت های سیاسی و اجتماعی بلوچ ها در افغانستان از ستار پردلی که استاد پوهنتون بود است یاد میکنیم، شخصیت اجتماعی و سیاسی. نعیم بلوچ والی هلمند بود و گل بلوچ نویسنده و شاعر از شخصیت های بلوچ افغان است. عبدالکریم براهوی بلوچ دیگر است که قبلا والی نیمروز بود و وزیر مهاجرین شد در زمین 20 سال گذشته در زمان کرزی و اشرف غنی و در زمان اشرف غنی مشاور رئیس جمهور در امور قبایل مقرر شد. علاوه بر این براهوی رئیس شورای همبستگی بلوچای افغانستان است. در افغانستان کمیسیونی که برای برآورده شدن حقوق این مردم وجود داره به نام همین شورای همبستگی بلوچای افغانستان یاد میشه. جنبش های سیاسی بلوچ ها در افغانستان کدام حزب سیاسی از طرف بلوچ ها وجود نداره، ولی شوراها و انجمن هاییست که رادیو دارن و پروگرام های بلوچی را اداره میکن و با گروپ های بلوچ در ایران و پاکستان همکاری دارن و از نزدیک تمامیت دارن. از جمله شورای همبستگی بلوچ های افغانستان که رئیس از او عبدالکریم براهوی است. دوم شورای همانگی و اجتماعی بلوچ افغانستان رئیس از او شیراقای بلوچ می باشه. سوم انجمن علمی فرهنگی سیاسی جوانان بلوچ زون شمال ابراهیم محمدی مسئول آن انجمن می باشه. و دیگه جنبش است به نام بلوچ یوس افغانستان که یعنی انجمن جوانان بلوچ افغان است که حبیب الحق بلوچ مسئول آن می باشه. دوستان عزیز بسیار تشکر از توجهتان از به این مباحثه. حالا می پردازیم به سوال جوابی که موجود باشه چون بعدی کافی صحبت شد.